سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. این روزها پرونده غزل حیدری مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفته. تعداد پرونده‌های ناموسی کم نیست، اما شبیه‌ترین پرونده به غزل حیدری پرونده فاطمه برهی هست که در خرداد 1399 اتفاق افتاد. حکم دادگاه در نهایت چی بود؟ در ادامه ویدیو بهتون میگم. ماجرا از این قرار بود که دختری متولد 1380 با پسر عموش ازدواج کرد. در ابتدای ازدواجش راضی نبود و نمیخواست که این ازدواج صورت بگیره، اما بالاخره پای سفره عقد نشست و این ازدواج رسمی شد. خواهر فاطمه هم با پسر عموش ازدواج کرده بود، یعنی برادر شوهر فاطمه شوهر خواهرش هم بود. بعد از گذشت مدتی فاطمه با یکی از دوستان دخترش به مشهد فرار کرد و تقریبا یک سال در مشهد بود. به گفته یکی از فامیل‌های فاطمه که با مسیح علی نژاد به صورت ناشناس و صوتی مصاحبه کرده، فاطمه قرار بوده که به عراق یا دبی منتقل بشه، اما این اتفاق نیفتاده. چند ماه در یکی از پناهگاه‌های دولتی مشهد بوده و از بازگشت به خوزستان و آبادان می‌ترسیده، تا اینکه بعد از مدتی پدر و مادر فاطمه او رو پیدا میکنن و به مشهد میرن تا برش گردونن. به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از رکنا، پدر فاطمه برهی در مشهد چون احتمال میداد دخترش سرنوشت مرگباری رو در انتظار داره، یک سم تهیه کرد و قصد داشت که این سم رو به دخترش بده تا با مرگ آسونتری به خواب ابدی بره. اما مادر فاطمه وقتی از اقدام شوهرش مطلع میشه، مانع این کار میشه. البته همون فامیل فاطمه که در مصاحبه با مسیح علی نژاد در این رابطه صحبت کرده بود، گفت که این سم به فاطمه داده شده، اما مادر فاطمه دخترش رو به بیمارستان برده و حالش خوب شده. بعد از بازگردوندن فاطمه به آبادان، یک شنبه شب 25 خرداد 99، فاطمه دقیقاً مثل غزل حیدری کشته میشه، که حالا نمیخوام خیلی در موردش صحبت بکنم و شما رو مکدر بکنم، ولی دقیقا به همون شکل. و شوهرش بعد از این کار به کلانتری 11 ولیعصر آبادان میره و به پلیس میگه که به دلیل خیانت همسرش او رو کشته. البته بعضی ها گفتن خیانت بوده و بعضی ها هم این موضوع رو رد کردن. کمتر از 3 ماه بعد، یعنی اوایل شهریور 99، اولیای دم فاطمه با مراجعه به دادسرای آبادان رضایت خودشون رو نسبت به قاتل دخترشون به صورت مکتوب اعلام کردن و این پرونده هم نهایتاً به رضایت اولیای دم رسید. نظر شما در مورد این پرونده ها چیه؟ یک ماجرای مشابه هم برای 2 تا دختر نوجوان 17-18 ساله در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده، همین چند ماه پیش در پاییز 1400. اوایل دیماه 1400 فیلمی مربوط به قتل 2 دختر جوان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این فیلم که در تاریکی شب ضبط شده، پیکرهای 2 دختر جوان را نشان می‌داد که بر اثر گلوله کشته شده بودند. هرچند در فیلم به نظر می‌رسد که جنایت به تازگی رخ داده، اما پیگیری‌های خبرنگاران نشان داد قتل مربوط به حدود 50 روز قبل، یعنی آبان 1400 بوده. ماجرا از این قرار بود که 2 تا دختر 17 و 18 ساله خونشون رو در یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان بدون اطلاع خانواده ترک کردن و به زاهدان رفته بودن. اونها چند روزی رو دور از خونه گذروندن، اما بعد از اینکه پشیمون شدن تصمیم گرفتن به خونشون برگردن. قبل از بازگشت با خانوادهشون تماس گرفتن و گفتن از کاری که کردن پشیمونن و به اشتباهاتشون پی بردن. نزدیکانشون هم اونها رو برای بازگشت به خونه تشویق کردن. به این ترتیب اونها به سمت روستاشون برگشتن. دختران جوان خوشحال از اینکه خانوادهشون اونها رو بخشیدن. در یک فاصله کوتاه با روستاشون ناگهان چند نفر از مردان خانوادهشون رو دیدن. مردان خشمگین که مسلح بودن اسلحه‌شون رو به سمت دختران نشانه گرفتن و در حالی که این 2 دختر بیپناه برای نجات جونشون التماس می‌کردن، اونها رو به گلوله بستن. دقایقی از این حادثه می‌گذشت
که ساکنان منطقه خودشونو به محل تیراندازی رسوندن. چند نفر با گوشی‌های موبایلشون شروع به فیلم برداری کردن. معلوم نیست که چرا بعد از گذشت حدوداً 50 روز فیلم این حادثه تلخ در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. فرمانده انتظامی چابهار آقای سرهنگ ابراهیم کوچکزایی درباره این حادثه گفته این حادثه در نزدیکی روستای ترکانی دشتیاری اتفاق افتاد. او درباره جزئیات این جنایت گفته فرار این دو دختر جوان از خونه باعث خشم و ناراحتی خانواده‌شون شده. اونها چند روزی رو دنبال این دخترها گشتن تا اینکه اون دخترها خودشون به خونه برگشتن، اما قبل از ورود به روستا این حادثه اتفاق افتاده. متهمان این پرونده از نزدیکان این دو مقتول هستند که شناسایی و دستگیر شدن و در بازداشت هستند. در سالهای اخیر آمار فرار دخترها از خونه بسیار زیاد شده. یک پرونده‌ای که رکنا منتشر کرده در مورد فرار یک خانم 20 ساله هست که از خونه پدرش فرار کرد و صیغه یک نفر شد. بعد از باردار شدنش شوهر صیغه‌ایش ناپدید شد. این زن گفته از روزی که فرزندم رو سقط کردم دچار عذاب وجدان شدم، اما اون زمان از آبروریزی می ترسیدم. می دونستم که خانوادم ماجرای گم شدن منو به پلیس اطلاع دادن و اگه دستگیر می شدم نمی دونستم چه بلایی سرم میاد. زن 20 ساله‌ای که به اتهام فرار از منزل دستگیر شده بود درباره زندگیش گفت پدرم یک فرد معتاد بود که مسئولیت زندگی و خانواده‌اش رو نمیپذیرفت. وقتی 14 سالم بود منو مجبور کرد که زن یه پسر 26 ساله به نام رحیم بشم. رحیم دائم الخمر بود و وقتی مشروب میخورد کارهای بسیار عجیبی انجام میداد. من میترسیدم به خانواده‌ام بگم. صبوری میکردم. گذشت و گذشت تا اینکه باردار شدم و بچه‌ام به دنیا اومد. اما با وجود این بچه و چند سال زندگی با رحیم، او به خاطر مصرف شیشه به من خیلی مشکوک بود. حتی وقتی که از خونه بیرون می رفت در خونه رو به روی من قفل می کرد. خیلی می ترسیدم. به خاطر همین ازش طلاق گرفتم. اما وقتی طلاق گرفتم پدرم اصلا خوشش نمی اومد که من مجرد باشم. به خاطر همین می خواست که من سر سفره عقد یه مرد 40 ساله بشینم. می گفت خیلی ثروتمنده، اما من این کار رو نکردم. پسر 25 ساله‌ای سر راه زندگی من قرار گرفت. می گفت منو خیلی دوست داره. با اینکه فهمیدم متأهل هست، اما به عقد موقت او در اومدم. بعد از گذشت چند ماه زندگی با او فهمیدم که باردارم. شوهرم وقتی این خبر رو شنید، منو مجبور کرد که به خاطر اینکه آبروریزی نشه بچه رو سقط کنم. او حاضر نبود منو به عقد رسمی خودش در بیاره. وقتی بچه رو سقط کردم بعد از مدتی فهمیدم شوهرم به همراه زنش از این شهر رفتن و من هیچ نشونی ازشون ندارم. در حالی که حیران و سرگردان بودم توسط پلیس دستگیر شدم. اینم از ماجرای تلخ این خانم. متاسفانه کسانی که از خونه فرار میکنن در جامعه هم افراد دلسوزی رو نمیبینن. ممنون میشم که نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. از لایک شما عزیزان خیلی خیلی سپاسگزارم. اگه هنوز عضو کانال نیستید همین الان لوگوی منحرفان شریف رو در تصویر مشاهده میکنید که با یک کلیک خیلی ساده روی همین لوگو میتونید به راحتی عضو کانال بشید. مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.